به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. با یاد نام پروردگار متعال درود عرض میکنم خدمت تک تک هموطنان عزیزم، خدمت تک تک همراهان گرامی. بنده فرشاد افسونی هستم، یکی از ادمین های گروه دنیای کلیپ های امروزه، تا با یکی از موضوعات درخواستی مخاطب های عزیز و پاسخ به دو سوال با هم صحبت کنیم. این موضوع، یا بهتر بگیم این دو سوال که از ما خواسته شده بونا پاسخ بدیم، موضوعاتی هن که برای خود من به شخص خیلی جالبن، چون جای بحث بسیار بالایی دارن و میشه در رابطه با اونها براحتی مسائل بسیار جالب توجهی رو بیان کرد و یا در رابطه با خیلی از مسائل مفید در این رابطه صحبت کرد. ازتون میخوام که با نگاه‌های گرم و پرمهرتون با ما تا انتها همراه باشید و قبل از هر چیزی ابتدا این ویدیو رو لایک بزنین و اگه تا حالا کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. خب دوستان عزیز، بدون فوت وقت بریم سراغ پاسخ به سوال اول. سوال اول اینچنین سوالیه: چرا کشورمون به جای سرمایه گذاری روی جنگنده‌ای مثل افنج تایگر و ساخت نمونه‌های جنگنده بومی به سراغ جنگنده های دیگه نرفت و روی جنگنده های دیگه سرمایه گذاری نکرد؟ این سوال یک بحث خیلی مفصل و جامع و کامله. ما سعی میکنیم خیلی خلاصه در رابطه با اون صحبت کنیم. اما قبل از این که بیایم در رابطه با پاسخ به این سوال با هم صحبت کنیم، لازم میدونم یک مقدمه خیلی کوتاه در رابطه با جنگنده F5 خدمتتون عرض کنم. پس بدون فوت وقت پاسخ به سوالات رو با مقدمه جنگنده F5 شروع میکنیم. جنگنده F5 تایگر، یه جنگنده از نوع سبک، دو موتوره و تکسکانه که در انواع مختلفی از جمله با هدایت توسط یک یا دو خلبان طراحی و ساخته شده. انواع نمونه های مختلفی داره، از جمله نمونه های عکاس، نمونه های آموزشی و نمونه های چند منظوره رزمی. این جنگنده در برهه‌ای توسط ایالات متحده آمریکا برای تجهیز متحدان خودش به سلاح‌های ارزون قیمت و بسیار کارآمد طراحی و ساخته شده، خصوصا در برهه‌ای که جنگنده‌ها برای تقویت ارتش‌ها حرف اول رو می‌زدند. ویژگی‌های مربوط به خودش رو داره، حالا هر چقدرم که متعلق به دهه‌های گذشته باشه. یکی از ویژگی‌های برجسته این جنگنده سبک بودن اونه. ویژگی دیگه اون چند منظوره بودنشه و ویژگی دیگه این جنگنده واکنش سریع بودن اونه. این ویژگی ها باعث شد که جنگنده F5 حتی در زمان خودش که طراحی و تولید شد، از نظر سطح کارایی یک جنگنده سبک، چند منظوره، کارآمد و بسیار تاکتیکی و واکنش پذیر باشه. این موضوعات اون رو یک جنگنده محبوب کرد و در خیلی از ارتش‌های جهان به خدمت گیری شد. اما چرا کشورمون این جنگنده رو به عنوان محصول اصلی و یا اون پلتفرم اصلی مادر برای پروژه های بومی خودش انتخاب کرد؟ این موضوع چندین دلیل داره که در اینجا ما چند مورد رو خدمتتون عرض میکنیم. جنگنده F5 یک سری سادگی ها داره. این سادگی ها که اون رو مناسب برای مهندسی معکوس میکردن چندین مورد هستن: یک، چند منظور بودن جنگنده; دو، سبک بودن و سادگی بیش از حد; سه، داشتن و یا وجود زیرساخت‌های اوورهال و تجربه ساخت برخی قطعات. این سه موردی که به عنوان سادگی‌های جنگنده F5 برای مهندسی معکوس عنوان شد، از جمله دلایل اصلی انتخاب این جنگنده به عنوان جنگنده مادر برای ساخت نمونه‌های بومی در کشورمون بود. اما یکم بخوایم این سه مورد رو یکم موشکافانه‌تر بررسی کنیم، میتونیم این گونه بیان کنیم که از نظر چند منظوری بودن، جنگنده F5 هم میتونست در ماموریت‌های بمباران، هر چقدر هم سبک، هم میتونست در ماموریت‌های شکاری به عنوان یک جنگنده دفاعی و رهگیر وارد عمل بشه. چند منظوری بودن اون باعث میشد که در انواع ماموریت‌ها به کارگیری بشه. منظور از سبک بودن و سادگی جنگنده به اینه که این جنگنده به نسبت از سایر جنگنده های موجود در اون برهه زمانی که ما جنگنده های چون فانتوم، تامکت و تایگر رو داشتیم، تایگر از تامکت و فانتوم به نسبت سادگی بیشتری داشت.
هم کوچکتر بود، هم قطعات الکترونیکی کمتری داشت، هم ساخت بدنه و زیرساختای اوورهال اون در کشور کاملا بومی شده بود و در زمان جنگ تحمیلی هم بدنه اون ساخته شده بود کاملا به شکل بومی. لذا سرمایه گذاری روی این جنگنده برای کشورمون بسیار بهتر از سایر جنگنده ها بود در اون برهه زمانی. اما شاید مهمترین و بهترین دلیل انتخاب جنگنده F5 تایگر به عنوان جنگنده مادر برای پلتفرم های بومی کشورمون موضوع واکنش سریع بودن اونه. گفتیم که ذات این جنگنده برای عملیات های واکنش سریعه. به سادگی هرچه تمامتر میتونه از زمین در حالت ماموریت های دفاعی یا همون آلرت های اسکرمبل بلند بشه، عملیات دفاعی انجام بده و سریعا بشینه. از طرف دیگه در عملیات های بمباران یا پشتیبانی های نزدیک این جنگنده به سرعت میتونه وارد عمل بشه و کارهای بمباران و پشتیبانی نزدیک رو انجام بده. سهولت در کاربری، توانایی آموزش پایه خلبان ها و اساس کارهای پایه با این جنگنده به راحتی امکان پذیره که میشه اینها رو موارد دیگه انتخاب این جنگنده دونست. خب این از بخش اول و پاسخ به موضوع چرای انتخاب جنگنده F5. حالا وقتشه که بریم سراغ بخش دوم. در بخش دوم مخاطب عزیزی از ما پرسیدن که چرا جنگنده های تولیدی کشورمون فقط مناسب عملیات های پشتیبانی نزدیکه. حالا میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که این سوال خودش منشأ گرفته از ذات جنگنده F5ه. جنگنده F5 تایگر گفتیم که ذات اصلی اون برای عملیات‌های واکنش سریعه. عملیات‌های واکنش سریع فقط در عملیات‌های دفاعی یا همون رهگیری و اسکرمبل خلاصه نمیشه. گاهن نیروی زمینی در نقطه درگیره، جنگنده F5 آماده پشتیبانیه، سریعا از پایگاه مذکور درخواست میشه، جنگنده F5 در عرض چند دقیقه آماده پرواز به منطقه مورد نظر وارد میشه. این موضوع باعث میشه که جنگنده F5 یک جنگنده فوق‌العاده مناسب برای انجام پشتیبانی های نزدیک با حالت واکنش سریع باشه. لذا به این خاطره که ما روی جنگنده های بومی کشورمون چون آذرخش و سائق و کوسر برای پشتیبانی نزدیک حساب کردیم. اما چرا کشورمون سلاح‌های جدیدی رو با این جنگنده ها زیاد یا آنچنان تطبیق نداده؟ این موضوع به این دلیل برمیگرده که کشورمون در اون برهه‌ای که جنگنده آذرخش و سائقه رو طراحی کرد به دنبال سلاح جدید نبود، فقط به دنبال بومی سازی قطعات و ایجاد زیرساخت‌ها بود. در ساخت جنگنده کوسر به سلاح‌های جدید توجه شد. روی خط تولید جنگنده کوسر بمب‌های بالدار رونمایی نشده روی این جنگنده دیده شد. نصب این بمب‌های بالدار به ما این موضوع رو میرسونه که امکان نصب سایر مهمات بالدار از جمله مهمات‌های کلاس بالابان و یاسین وجود داره و میتونیم ما در آینده امیدوار باشیم که کشورمون بتونه مهمات‌های بالدار یا حتی موشک‌های کروز رو روی جنگنده‌های خودش خصوصا جنگنده کوسر عملیاتی بکنه. این موضوع یعنی امکان نصب سلاح روی جنگنده کوسر به الکترونیک بومی اون برمیگرده. الکترونیک جنگنده کوسر از نسل 4 طراحی و ساخته شده و در این سطح قرار داره. این الکترونیک بومی هست و در کشورمون قطعات اون طراحی و تولید میشن. این موضوع باعث میشه امکان تغییرات روی این الکترونیک و ارتقاء اون برای تسلیحات جدید کاملا میسر باشه که یکی از ویژگی مسائل یا تجهیزات بومی همین موضوعه، یعنی امکان تغییر بر اساس نیاز. این موضوع باعث میشه که در آینده ما میتونیم امیدوار باشیم که جنگنده کوسر با سلاح‌های جدیدی دیده بشه که این موضوع به تمایلات نیروی هوایی برای تجهیز این جنگنده برمیگرده. باید ببینیم در آینده نیروی هوایی برای این جنگنده چه پروژه‌هایی رو تدوین میکنه. اما در کل ما سعی کردیم این دو سوال رو به صورت خیلی خلاصه خدمتتون تقدیم کنیم. امیدوارم عزیزان این کلیپ لذت برده باشید. ازتون متشکرم که تا انتها با ما همراه بودید و با نگاه‌های گرم و پرمهرتون ما رو تا انتها دنبال کردید. تا دیداری دیگه همه شما هموطنان عزیزم رو به خداوند بزرگ متعال می‌سپارم. تا درود دیگر، بدرود.